الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. دمیدم در نی دنیا، دمیدن شد فراموشم. سرم با خنده گل گرم شد در فصل گلچینی، دلم چون سیب سرخ افتاد، چیدن شد فراموشم. ندای ارجعی گل کرد، برگشتم دمی تا خود، همین که پر در آوردم، پریدن شد فراموشم. چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم، چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم. شب جان کندن آمد، باز دل بستم به دل دادن. تب دل بردن آمد، دل بریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک، اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست. سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که ما خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. میدونید که ما بحثمون با حاجای عالی در جلسات اخیر سفر معنوی و بسیار پربار و پربرکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج بود و وعده داده بودید حاجای عالی در ذیل بحث دریافت های حضرت رسول و مشاهدات ایشون در شب معراج به درهای بهشت و جهنم اشاره بکنید. ما خدمتون هستیم و بحث امروز رو خواهیم شد. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف تمرین که فرمودید یه دنباله ای از بحث معراج باقی مونده بود. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد همین بحثی که فرمودید، بحث مشاهده درهای بهشت و جهنم و به هر حال نکاتی که در این رابطه هست بپردازیم، یه نکته ای رو عرض بکنم که قبلا وعده داده بودیم و اون این که در روایات ما هست که کل این سفر با عظمت پیغمبر اکرم، چه اون سیری که در زمین داشت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، چه اون سیری که در ملکوت و فوق ملکوت داشتن، حدودا یک سوم شب، یعنی مثلا 3-4 ساعت طول کشیده بود. یعنی کل این سفر زمانش این مقدار بوده. این که تو بعضی از حالا به هر حال زبان ها میشنوید این رو که این رو نقل کردن که پیغمبر اکرم هنوز بسترش گرم بود که رفتن و این سفر رو انجام دادن و برگشتن، یعنی در این حد کم. یا حتی مثلا اون کوبه در یا کلون در که حضرت داشت میرفت، مثلا بدنشون خورد به اوی تکانی خورد، هنوز داشت تکان میخورد که پیغمبر برگشت. یعنی اینقدر مدت کوتاه بوده که هنوز گرمای بستر پیغمبر بود، هنوز اون کلون دریا و کوبه در هچی بود تکان میخورد که پیغمبر رفت و برگشت. این سند نداره. آها، سند نداره. این سند روایی نداره. حالا تو بعضی از زبانها این رو میگن، ولی اونی که ما تو روایاتمون داریم یک سوم شبه، یعنی هم حدود 3 ساعت، حدود 3 ساعت 4 ساعت این حدود، حالا بستگی داره که کل شب از مغرب تا اذان صبح مثلا چه مقدار بوده، ولی همین حدود. خب و این هیچ بعدی هم نداره، چون اون سیری که در زمین پیغمبر اکرم رفتن به هر حال با اون مرکب خاص براق به سرعت طی شد، و سیری که در ملکوت و فوق ملکوت رفتن که اون خارج از اصلا قوانین گردش زمین و زمان ماست، فوق زمانه، اون عوالم بالاتر تو آسمان ها فوق زمان هستش. تشبیها من عرض بکنم، مثل اینکه شما گاهی موقع تو خواب چیزی رو که خواب ببینید، خب قوانین عالم خواب از جهت زمان با بیداری تفاوت داره. همینطور ممکنه شما تو خواب مثلا ببینی که مسافت های بسیار طولانی رو تو یک آن مشهدید، تو یک آن مثلا فرض کنید تو دورترین نقطه کره زمین هستید، اراده میکنید تو خواب این ورا برید، واقعا اینجوری. ممکنه 3-4 دقیقه بیشتر نخوابید، چرت بزنید. اگر این
مسافت هایی که تو خواب طی کردید بخواست تو بیداری طی بشه شاید ماه ها طول میکشید، روزها طول میکشید، ولی اونجا فراتر از اینه. قوانین زمانش با قوانین زمان بیداری با هم فرق میکنه. یکی از بزرگان به هر حال ما مرحوم آیت الله علامه تهرانی که مشهد بودن، ایشون در یکی از در کتاب موادشناسیشون ذکر کرده که یکی از دوستانشون، ایشون میگفتش از دوستان خوبشون، میگفت برای زیارت مشهد مشرف شده بودن مشهد، منتها خب وارد حرم نشدن، گفتن من که معرفتی ندارم، همون بیرون تو صحن می ایستم تا وقتی معرفت خودشونو به من دادن و دلی شکست بعد مثلا وارد بشم. شون میگم دو که توی یکی از به هر حال صحن ها یا رواق ها به هر حال نشسته بودم، خوابم برد، تو خواب دیدم که امام رضا علیه السلام تشریف آوردن و با نوک انگشت پاشون آهسته به من زدن که بلند شو، بلند شو کار کن، اینجوری نمیشه، پاشو کاری انجام بده. میگه من تا متوجه شدم که امام رضا علیه السلام تشریف آوردن، خواستم خودمو بندازم رو پای حضرت به ببوسم، حضرت زیر بغلای منو گرفتن، مثل کسی که مثلا خجالت شرمنده شده باشه از این که بخواد پاشو ببوسم، فهمون چیکار میکنه، بلند شو. من از خواب بلند شدم، بعد رفتم سمت مسجد گوهرشاد و تو صحن گوهرشاد وضو گرفتم و رفتم باز تو یکی از ایوانهای مسجد، چون شب جمعه ای بود شروع کردم دعای کمیل رو خوندن. باز وسطای دعا چون تنها بودم خوابم گرفت، تو خواب یه آدمی اومد به هر حال با محاسن زیبایی اومد به من، گفتش که میخوای با هم یه مسافرتی انجام بدیم، یه گردشی بکنیم. گفتم من در خدمت شما هستم. میگه من رو برد مدینه، حالا تو عالم خواب، زیارت حرم پیغمبر اکرم، ائمه بقی، بعد من آورد کربلا، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین زیارت کردیم، بعد تو عالم ملکوت بالا رفتیم و بعضی از ملائکه و بعضی از جاهای بهشت و جهنم در حد ظرفیت ما بله چیزهایی رو دیدیم. و تو ضمن این سفر همه جا نکاتی به من میگفت، این نکته هایی از جهت معرفتی به من میگفت. وقتی که کل این سفر تموم شد ما رو برگردون، حالا من همش تو عالم خوابم، ما رو برگردون تو مسیر گوهرشاد، گفت بدونی کل این سیرمون چقدر طول کشیده؟ گفتم چقدر؟ گفت 5 دقیقه. 5 دقیقه؟ گفتم 5 دقیقه؟ گفت 5 دقیقه هم برای اینکه شما وحشت نکنی، گفتم، و الا تو ملکوت زمان و ساعت و وقت و اینها نیست، فوق زمانه. من از خواب بلند شدم، ساعت رو نگاه کردم، دیدم همون 5 دقیقه هستش که از اولی که اومده بودم نشسته بودم و به هر حال خوابم گرفته همون مقدار بود. من آیت الله علامه تهرانی میگفت این رفیق ما این خوابش رو 3 روز و هر روزی حدود 3-4 ساعت میومد نقل میکرد، 3 روز و هر روز چند ساعت، همون اتفاقات که گفتن تو 5 دقیقه بود میومد برای ما نقل میکرد، که ایشون میفهمید وقتی من این خواب رو برای عارف بزرگ مرحوم آیت الله میرزا قدای انصاری همدانی وقتی نقل کردم، ایشون فرمود که این از خوابهای کم نظیره، معلومیش که اون آدم خیلی با استعداد و قابل بوده. خب ببینید قوانین زمانی عالم خواب با عالم بیداری فرق میکنه. حالا اون سفری که برای پیغمبر بود که اصلا قابل مقایسه با این نیست، اون در بیداری بوده، اونم با استعداد دریافت پیغمبر که به سرعت دریافت میکرده و نیاز به طول کشیدن نداشته برای مطلب گرفتن. از اون میشود اصلا به چشم یک معجزه نگاهش بکنیم، قطعاً معجزه، این معجزه که باشه دیگه مشکلات حل میشه. اونطور از سنخ معجزه هایی که چون بعضی از معجزه ها در چشم دیگران هستش که دیگران هم ببینن، اما بعضی از معجزه ها به گونه ایست که دیگران عجز از یه همچین کاری دارن، اما با این وجود اینجوری نیست که در مرعا و منظر همه باشه که همه ببینن او رو، نه، بعدا از خود پیغمبر اکرم شنیدن که چه اتفاقی افتاد. در هر حال از جهت زمانی تو روایات ما هستش که به اندازه 1/3 شب تمام این سفر آسمانی و زمینی طول کشید. و اما در رتبه مشاهده پیغمبر بودیم که بحث بهشت و جهنم بود، پیغمبر اکرم فرمودن که توی مشاهده من درهای بهشت و جهنم رو هم دیدم، که در یه روایت خودش فرمود که جبرئیل به من گفتش که من مأمورم بهشت و جهنم رو به شما نشون بدم، بعد پیغمبر فرمود وقتی که به من نشان داد دیدم بهشت 8 در داره و رو هر دری 4 جمله 4 کلمه نوشته شده که برای آن کسی که بخواد عمل بکنه از دنیا و مافیها ارزشش بیشتره، از دنیا و آنچه که در دنیاست.
و بعد جهنم رو به من نشون داد و درهای جهنم که 7 در بود که بر هر دری 3 جمله نوشته بود که باز همون جملات برای کسی که اهل عمل باشه از دنیا و آنچه در دنیاست بهتره. 8 در بهشت و 7 در جهنم رو به پیغمبر اکرم نشون دادن. یکی از اصحاب بزرگ پیغمبر اکرم و بسیار با عظمت برای پیغمبر اکرم عثمان ابن مظعون بوده، بله، که به شهادت هم رسید. این بزرگوار فرزندش، فرزند پسری داشت، از دنیا رفت، خیلی ناراحت شد و غصه دار، به قدر غصه و اندوه شدید شد که تو خونش یه محلی رو به عنوان محل عبادت و مسجد خودش قرار داد و تصمیم گرفت که یه مدت از مردم دور باشه، منزوی باشه، یه روحانیتی برای خودش به هر حال پیشه کرد. خبر به پیغمبر رسید که عثمان بن مظعونی همچی کاری کرده. پیغمبر خودش تشریف آورد، آمد پیش عثمان و گفتش که فرمود که روحانیت برای ما نوشته نشده از طرف خداوند متعال، در امت ما و در دین ما نیست این منزوی شدن اینجوری. روحانیت امت من در جهاد فی سبیل الله، روحانیت اونجا اگه میخوای خدا رو خوب عبادت کنی به اهل جهاد و اهل کوشش در راه خدا باش. بعد پیغمبر اکرم فرمود که بهشت 8 در داره و جهنم 7 در. دوست نداری، خوشحال نمیشی که وقتی وارد یکی از درهای بهشت بشی پسرت اونجا ببینی جلو جلو که اونجا دست تو دست تو بگذاره، اون وقت مثلا شفاعت بخواد؟ نمیخوایدی همچین چیزی رو؟ یعنی اینجوری پیغمبر تسلی بهش دادن و زرزم اون بحث تعداد درهای بهشت رو جهنم هم رو ذکر کردن. و قاعدتا این که تعداد درهای بهشت بیشتر از جهنم هست به خاطر همین هستش که برحال عوامل رحمت و اون راه هایی که به سمت بهشت آدم رو میبره بیشتره. سبقت رحمته و غضبه، از اون باب هستش. امام باقر علیه السلام در یه روایت فرمود که حسن ظن به خدا داشته باشید، خوشبین باشید، احسن الظن بالله فان للجنه 8 ابواب، چون بهشت 8 در داره. یعنی اشاره به همین مطلب دارن که این نشان دهنده این است که خداوند متعال درای رحمتش خیلی بیشتر از غضبشه، یعنی تعداد بیشتر. و اصلا در بعضی از روایات 71 در برای بهشت ذکر شده، نه 8. ما یه روایتی هستش، من روایت عرض میکنم خدمتون، روایتی هستش که در تفسیر نورالثقلین که یه تفسیر روایه اونجا نقل کرده که از حضرت امیر علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان للجنه 71 بابن، بهشت 71 در داره. یدخلو من 70 منها شیعتی و اهل بیتی، از 70 در شیعان من و اهل بیت من وارد میشن، یه درش هم مال اون دیگران از اهل توحید و لا اله الا الله که دشمنی با ما نداشتن. و من باب واحد سائر الناس، که اشاره به کثرت درهای بهشت. خب چه جوری با هم جمع میشه؟ عرض می‌کنم خدمت شما که به هر حالش منافاتی نداره که به هر حال اون 8 در بهشت الان بحثش رو خواهیم کرد که اصلا حقیقت این درها چیه، اصلا مقصود از این درهای بهشت و جهنم، یعنی چه واسه تعدادش خیلی مهم نباشه. حالا عرض میکنم خدمت شما که مقصود از این درهای بهشت و جهنم آیا مثل همین درهای خونه های ماهاست که وارد یه جایی میشیم، یا اینکه نه چیز دیگری است؟ ما حقیقت درهای بهشت و جهنم مقصود چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی ایشون در جلد 14 بهارالانوار این رو با من یه سوال مطرح کرده که آیا درهای بهشت یا جهنم مثل درهای حیاته که همه این درها به یه جا منتهی میشه، همش به یه درست. حیات به یه نقطه منتهی میشه، مثل این مسلح های بزرگ که تو شهر الان میسازن، درهای متعدد داره یا حرم های مختلف، ورودی های متعدده ولی همش به یه جا منتهی میشه، آیا اینه یا اینکه نه درهای بهشت و جهنم مقصود عوامل و اسباب و راه‌های ورود به بهشته، اون راه‌هایی که آدم رو به بهشت میرسونه و هر کدوم به یک درجه به یک طبقه میرسونه آدم رو، نه اینکه به یه جا به یه نقطه همه منتهی میشه، نه هر کدوم به یه طبقه به یک درجه. و اینا اون درها به اصطلاح درهایی که میگه فرض کنید گفته میشه 8 در، یعنی 8 عامل اصلی، یعنی به تعبیر دیگه اون راه‌های اصلی و عوامل اصلی ورود به بهشت 8 تاست، عوامل و راه‌ها و اسباب کلی و اصلی ورود به جهنم 7 تا. مثلا به عنوان مثال 7 تا شاید به تناسب 7 عضوی باشه که گناه‌های ازش مرتکب میشه،
زبان، چشم، گوش، دست، پا، شکم و فرج که از راه شهوت. یعنی هفت عضوی که از این طریق گناهان متعددی، زبان گناهان متعدد بتونه داشته باشه. یا اینکه نه، مثلا هفت در جهنم اشاره به اون هفت ملکه و صفت و خصلتی است که هر کدوم ریشه گناهان بسیاری است. مثلا فرض کنید شیطنت، این باعث ورودیه به جهنمه. یه ورودیه به جهنم، یه بهتر بگیم یه ورودی به یکی از طبقات جهنم. آفرین. فرض کنید به مناسبت تندخویی و عصبیت، یه ورودی دیگه است به یه طبقه دیگری. شهوترانی و اون حالت بیبند و بار بودن، یه ورودی دیگه به یه طبقه دیگری. خود اینا ببینید، مثلا فرض کنید ریشه گناهان متعدد میشن. کسی که عصبی مزاج و تندخوه، این صفت رو ده ها گناه از این زاییده میشه. ده ها گناه تو هنگام عصبانیت دل میشکنه، آبرو میبره، تهمت میزنه، غیبت میکنه، حق مردم رو میخوره. ببینید ده ها گناه شاید مفتاح کل شر، یعنی اینجوری میشه. بنابراین منافاتی نداره اگه گفته شده هشت در برای بهشت، هفت در برای جهنم. یعنی اون در اسباب کلی که هر کدوم جزئیاتی داره، لذا با 71 که تو یه روایت دیگه گفته شد و حتی بیشتر از اینها سازگار هست. خب الان در مورد درهای بهشت و جهنم میشود، هر در میشود ورودی یکی از طبقات بهشت و ورودی یکی از طبقات جهنم. این به عنوان مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که اینو میپذیرن ایشون. عرض میکنم ایشون بالاخره این احتمال رو میپذیرن. میفهمه درسته که قرآن تصریحی به این مسئله نداره. قرآن در رتبا 8 در بهشت یا 7 در جهنم، فقط 7 در جهنم رو تو یکی از آیاتش داره که لها سبعت و ابواب، جهنم 7 در داره. اما اینکه این درا چیه و چه جوریه، کدوم یکی از این دو احتمالیست که اینجا مطرح کردین، تصریح نداره. منتها مرحوم علامه طباطبایی میفهمیدن که قرآن در سوره زمر آیه 72 یه نکته داره، از اونجا میشه فهمید. تو اونجا میفرمایید که وقتی که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کفار رو دست دسته میارن به سمت جهنم، حتی اذا جاؤوها، وقتی کفار رسیدن به جهنم، فتحت ابوابها، درها رو باز میکنن، قیل ادخلوا ابواب جهنم، به کفار گفته میشه که وارد درا بشید. خوب نهایت بفرمایید تعبیر قرآن اینه، نمیگه وارد جهنم بشید. بله بله، یعنی اینه منتها تعبیر اینه، ادخلوا ابواب جهنم، وارد درها بشید. مرحوم علامه طباطبایی میگه از این تعبیر برمیاد که درها اون طبقه ها هستش، چون اگه مقصود این درای مدخل و ورودی بود نمیگن وارد در بشید، میگن از در وارد بشید. باید تعبیر اینجوری بشه که ادخلوا من ابواب جهنم، از در جهنم بیارید تو، که مخفر بشود تو جهنم، تو در برید. بله. تو در یعنی تو طبقه، یعنی توی نوع، توی یک درجه وارد بشید. لذا ایشون میفهمید این تعبیر برمیاد که مقصود از درهای بهشت و جهنم همون طبقاته، که هر دری در واقع اشاره به یک سبب از اسبابی است که آدمو وارد یک درجه، یک طبقه میکنه. وارد که حالا تو روایات ما هم خوب میشه از این مطلب رو به دست آورد. اولا تو روایات ما جامع شریعتی هستش که خیلی از کارهای خیر رو اشاره کردن به عنوان یک در بهشت. مثلا ببینید در روایت از پیغمبر اکرم هست که فرمود المعروف باب من الجنه، کارهای خوب یک دری از بهشت. کار خوب نشون میده که در غیر از این در است، داره سبب ورود به بهشت رو میگه. یعنی اگه شما مثلا فرض کنید روزه بگیری، دستی رو سر یتیم بکشی، کار یکی رو راه بندازی، یه راهی به بهشت، عامل و سببی است برای رفتن به بهشت. یا مثلا باز از پیغمبر اکرم هست که علیکم به صدق فانه باب من ابواب الجنه، راست بگید، راستگویی دری از بهشت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه، جهاد یه دری از درهای بهشتی که خدا به روی بندگان و اولیاء خاصش باز کرده. اصلا ما تو درهای بهشت نامگذاری داریم، یه در باب صبره برای صابرین، یه در باب شکره برای کسی که شکر میکنن، یه در باب البلاء برای کسی که تو دنیا بلا کشیدن. ببینید هر کدوم از اینها یه سبب و راه ورودی هستش برای بهشت. در روایتی هستش از امام رضا علیه السلام فرمود بهشت 8 در داره، یکیش مال اهل قمه، یکیش مال اهل قمه،
بل اهل قوم واحدون منها، تو جلد 57 بهار هست. اهل قوم نه به عنوان صرفاً و صرفاً یک منطقه جغرافیایی و یک شهر، صرفاً این نیست که هر کی اونجا باشه با هر اخلاقی با هر رفتاری، یعنی تو شناسنامه میرسن محل تولد قوم. آفرین، اینجوری نیست. تو روایات ما اهل قوم به عنوان یک جریان اهل ولایت، جریان ناب اهل ولایتی که اهل شریعت، اهل فقاهت، اهل دینداری، اهل عبادت، اهل علم. ببینید به اینجور افراد اهل قوم گفته شده. در یه روایت از امام صادق علیه السلام فرمود که وهو معدن شیعتنا، معدن شیعیان ما هست قوم. در یه روایت از امام کاظم علیه السلام هست فرمود که وهم خیار و شیعتنا من سایر البلاد، خوبان شیعیان ما اینجا جمعن. که خب بدونید اولین منطقه‌ای که از زمان خود اهل بیت، ولایت اهل بیت رو پذیرفتن، قوم و اطرافش بود دیگه. اولین منطقه بود که در همون زمان اهل بیت ارتباط داشتن با اهل بیت و نماینده های اونها در قوم بودن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که تینتشون و خمیرشون با ولایت ما عجین شده. اصلا قوم به عنوان یک جریانه که اگر کسی در جای دیگری زندگی بکنه، از مثلا ایران یا جای دیگه، ولی این خصلت‌ها رو داشته باشه، قومیه. در یه روایتی هستش که از اهل ری، تهران و ری، اونا اینجا منطقه جدای از قوم بود، خدمت امام صادق رسیدن در مدینه، گفتن آقا ما از اهل ری هستیم. امام صادق فرمود که مرحبا به برادران قومی ما، خوش آمدید. گفتن آقا ما اهل ری. امام فرمود که خوش آمدن برادران قومی ما. برای بار سوم اینو تعجب کردم، آخه ری الانم غیر از تهران، بله، غیر از قومه، اون موقع هم غیر، بله، از قوم، غیر از قوم. برای بار سوم گفتن آقا ما از ری هستیم. امام صادق فرمود که خوش آمدن برادران قومی ما. معلوم میشه که اونایی که اهل بلاد، ولایت، عبادت، یعنی یک جریان، یک مکتب، این جریان و مکتب رو پذیرفتن میشن قومی.